بینندگان عزیز با سلام به شما و با این امید که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه، حتی با این شرایط سخت کرونا بتونید به خودتون مسلط باشید، بی خود هراسان نباشید، ولی خیلی مواظب باشید. خیلی خوشحالم که برنامه هفته پیش که با آقای بها ابهری بودیم مورد توجهتون قرار گرفته. چند تا از دوستان هی گفتن که ایشون کی میاد دوباره و نوشتیم که شنبه که امروز باشه ساعت 11:30 که همین الان 11:30 به وقت نیویورک به وقت واشنگتن هست. بحث های ایشون ضمن این که خیلی ساده است در مورد چه باید کرد ایشون میپرسه، ولی از شما خواهش میکنن که اول برید اون وبسایت ایشون، فیسبوک ایشون رو یک نگاهی بندازید، یه مطالعه کنید، یه تحقیقی کنید، بعد بیاین صحبت کنید. ضمناً قرار شده 15 دقیقه آخر، احتمالاً بعداً ممکنه بکننش 20 دقیقه آخر رو با گفت و شنود با شما دوستان درباره سوالات و نظراتتون صحبت کنن. ولی اگر نخوندید و نمیدونید راجع به چی هست، ازتون خواهش میکنم، میدونید یکی جوکی که وایس آف امریکا خیلی معروف شده بود زمان آقای بهالو این بود که یه نفر از ایران زنگ زد گفت آقای بهالو من نبودم، شما امروز راجع به چی صحبت میکنید؟ من اومدم نظر بدم. خب این خیلی مسخره است که شما یه جایی نباشید. در صورت حالا حوصله شما و حوصله آقای بها ابهری رو سر نبرم. امروز خوشحالم که بهتون اعلام کنم آقای بها ابهری چون خیلی جدیت در کارش داره و مجدانه دنبال این کار بود، شماره تلفن خودشون رو هم اینجا برای شما میذارن، ایمیل خودشون هم که بسیار ساده است bahaabhari@yahoo.com میبینید. من سعی میکنم عکس فیسبوک ایشون رو هم بذارم، اینجوری شماها میتونید مستقیما با خود ایشون تماس بگیرید. من یادم رفت در طی هفته ازشون سوال کنم کسی تماس گرفته چغلی یا شکایت من رو به شما بکنه، در صورت مهم نیست، همه میتونن در تلویزیون مردم با هر فکر و عقیده‌ای که باشن برنامه داشته باشن. آقای ابهری سلام میکنم بهتون، میدونم که در کالیفرنیا الان حتی 9 صبح هم نیست، خیلی زوده، مخصوصا برای این ایامی که همه در منزل هستن، همه یه مقداری شبا دیرتر میخوابن و صبحا دیرتر بلند میشن از خواب. آیا این کرونا و اینها برنامه زندگی شما رو عوض کرده یا هیچ تأثیر و تغییری نداشته؟ خوش آمدید، بفرمایید، این شما و این هم دوستان بیننده و شنونده. خدمت شما و همگی دوستانی که حاضر هستن و بعدها این برنامه رو میبینن، کرونا که زندگی همه دنیا رو عوض کرده و زندگی ما هم بی تأثیر نیست و باید به هر حال این دوران هم سپری بشه. ایشالله اگر ازش زنده موندیم باز بالاخره برنامه میخوام، برنامه زندگی میخوایم و همین روزا هم در داخل خونه ها همین وظایف انسانی که به عهده داریم میتونیم انجام بدیم و تلاشمونو میکنیم. خب بفرمایید که این چه باید کرد، شما اون روز توضیح دادید یه مقداری که هدفتون اینه که یه مقداری به اصطلاح فراحزبی عمل کنیم و این همه سال با دوستانی که هم فکرمون بودن صحبت کردیم، احتمالاً به همدیگه بهبه و چهچه گفتیم، به هیچ جا نرسیدیم. امروز بیایم بشینیم صحبت افرادی که احتمالاً با ما مخالف هستن اونا رو بشنویم و بعد اگر نظری داریم با اونها بشینیم بحث و گفتگو داشته باشیم. اینو یه مقداری بیشتر برای ما توضیح بدید، به قول آمریکایی‌ها الابریت کنید و به قول ایرانی‌ها بستش بدین، ببینیم که چه باید کرد، حقیقتاً چه باید کرد، از خود شما شروع می‌کنیم. بفرمایید. والا در پایان گفتگوی هفته پیش هم شما اینو فرمودین، ببینین چه باید کرد، یه طرح ملی ایرانیه برای به اصطلاح خرد جمعی، استفاده از خرد جمعی و ایشالله ایجاد یک حکومت جمعی که همه راضی باشن هست. بنابراین این که با مخالفمون اونم صحبت بکنیم، باید ببینیم مخالف ها چی هستن، کی هستن. ما اپوزیسیون قلابی وابسته و بودجه بگیر از خارجی فراوون داریم. من با اونا هیچ نه اهمیتی میدم، نه قصد گفتگویی دارم، نه حتی تو تلویزیوناشون
هرگز خواهم رفت. این یه تلاش مردمیه و اونا اصلا خطرناکه بدونن طرح و نقشه ملی ایران چی هست، چون اونا به دشمن ها وابستن و دشمنان ایران هم خب تجزیه و جنگ داخلی اینا از تحریم ها حمایت کردن میکنن. همیشه مداخله بشر دوستانه رو من یادم میاد از زمان جنگ لیبی تا الان مطرح بوده برای اینا. بنابراین نه، اونطوری هم نیستش که در و دروازه این برنامه برای همه مخالفان باز باشه، بلکه برای اونایی که دلسوز هستن و محکوم میکنن هر گونه دریافت بودجه خارجی رو محکوم میکنن. بله، اونا اگر مخالف این برنامه هستن حتما نظرشون رو دوست دارم بشنفم، نقدشون رو دوست دارم بشنفم که برنامه رو کامل بکنیم و فقط حرفم نزده باشیم. کسانی که پاپش میذارن نقد میکنن، ایشالله در اجرای اون اگر تعهدی دارن این کارو بکنن و الا نشستن و نقد کردن و حرفای به اصطلاح بدون پشتوانه بدون هیچگونه تعهدی زدن بسیار آسانه و مشکل ما از راه‌های آسان حل نمیشه. مشکل ما مشکل بزرگیه که باید راه‌های پیچیده‌تر رو انتخاب بکنیم، راه‌هایی که حاضرین براش بهایی پرداخت بکنیم و به اصطلاح پشت سر حرفمون بایستیم. این برنامه برنامه‌ایه که ارائه شده در چه باید کرد. بسیار ممنونم. در رابطه با همین که فقط حرف زدن کافی نیست و باید عمل بعد از حرف زدن بیاد و اینها، گفتید که یکی از دوستان تماس گرفته و حاضر به حمایت شده، اجازه بدید از ایشون تشکر کنیم. ولی همینجا از دیگران هم دعوت کنیم که این ماجرایی که میگن همه که حمایت کنید، حالا یا به قلمی یا به قدمی یا به درمی. و آقای بها عبری گفت که حالا که ما نمیتونن دوستان به درمی کمک کنن، گفتم میتونن، چرا نمیتونن؟ لازم نیست شما حساب بانکی داشته باشی. این روزا هر کسی بخواد از طریق فیسبوک، از طریق ایمیل طرف میتونه باشون کمک کنه. اون به اصطلاح گلی رو که اون طرف داره، اینها هم با حمایت یا با حالا حمایت مالی، حمایت معنوی، فکری، همگامی، همراهی اون کار رو انجام بدن. حالا اگه کسی بخواد، خب مثل تلویزیون‌های دیگه‌ای که ما دیدیم میان حساب بانکی میذارن و اینها، یه قدم پیشتر بره، اون به خودشون بستگی داره. البته من تجربه بدی دارم، یکی از دوستان اصرار کرد که آقا بنویسید اکانت نمبر و اینا رو ما گذاشتیم، بعد اون بنده خدا 20 دلار فرستاده بود که توی تبدیل شده بود 18 دلار، بعد بانک یه سری اونو چارج کرد 16 دلار. خلاصه یه جوری شده بود که ما یه چیزی هم بدهکار شدیم. یعنی این وسط بانک ها که همون دزدان به اصطلاح سرگردن هستن، اون پول رو بردن. الان وسایلی هست، پیپل و اینها خیلی ساده تر است. اگر بخوایم مردم رو دعوت کنیم به همکاری، اول باید اعتمادشون رو جلب کنیم. شما در جلب کردن اعتماد دوستان با این تجربیاتی که دارید چه پیشنهادی میکنید؟ چون خیلی ها دیدیم از همون روز اول که میان به مردم میگن که، و داشتیم، خواننده داشتیم که شما به من پول بدید من میخوام برم ایران رو آزاد کنم. میگم آقا منظور چیه ایران رو میخوای آزاد کنی؟ شما داری به 80 میلیون نفر توهین میکنی. یعنی اونا در بندن، نمیفهمن شما که حتی زمان شاه بلند شدی آمدی اینجا خوانندگی میکنی، حالا یه دفعه بازار آهنگ و اینا کم شده، شما میفهمی میخوای بری اینا رو آزاد کنی. بعدم میبینیم بعد یه مدتی یه سری پول میدن، اینا ناپدید میشن میرن. شما در جلب نظر و جلب اعتماد این دوستان فکر میکنید باز برمیگردیم به چه باید کرد؟ صداتون قطع شد جناب صابی. بله میگم برای جلب اعتماد. بله بله، والا من این پیشنهادی که مطرح کردم، بذارین اسمشو بذاریم پیشنهاد و هیچ گونه ادعای شخصی ندارم، این فقط راه حلیه که دوست دارم راجب راه حله صحبت بکنیم. راه حلیه که به اصطلاح من فکر میکنم برای فرهنگ ایران، مردم ایران به اصطلاح هماهنگی داره، برای به اصطلاح
منطقه خوبه، برای مردم قابل فهم میتونه باشه، همه به اصطلاح در اون نقشی دارند و احتیاج نیست به من حمایت بکنن. صحبت راجع به برنامه است و حمایت از یه برنامه. اون lookingfortruth.org هم من که اسمش رو انتخاب کردم، اسمش .org اگرچه تا الان ساپورتش کردم و میکنم و خواهم بود درش، ولی ادعای ملک شخصی روش ندارم، چون کسانی هم هستن که درش مقاله گذاشتن، کسانی هستن که کمک کردن و من میخوام اونطوری بشه، به چرخه به جایی که فقط از facts و truth، چیزهایی که سند داره، مستند قطعیه و 100% هست، فقط توی اون باشه و از همه احزاب و فرقه ها و جناح‌های سیاسی هم درش باشه، یه حالتی باشه که به اصطلاح ملک شخصی کسی نباشه، که اگرم یه روزی من نبودم ادامه پیدا کنه، اون هدف نهایی منه. ولی یعنی که در ایران چه باید کرد الان؟ بعد از اغتشاشات 98 و یا تظاهرات بنزین 98، این مسئله رو من یه خود جدیتر گرفتم که به عنوان یک گفتگو فعلا مطرحش بکنم. حالا کسی میخواد از این گفتگو حمایت بکنه، لزوماً این نیستش که افکارش این افکار منه. بگید همین پیشنهادی که شما دارید، بگید چیه، مردم چه باید بکنن و چجوری اون چیزی رو که شما میگین این فرا حزبی و به اصطلاح فرا عقیدتی هست و اینها، که من اون دفعه گفتم خب این مثل یه جبهه میمونه، شما گفتید لزوماً نه مثل یه جبهه هم نیست. اینو یه مقداری توضیح بدید برای افرادی که احیانا ندیدن. و در کار تلویزیون ما نباید باور کنیم که هر برنامه پخش شد یه جا همه آمدند و دیدن و همه از اول تا آخرش رو دیدن. به همین خاطر هست که برنامه‌های تلویزیونی الان این روزا بیشتر سعی میکنن تکرار بشه، در جاهای مختلف قرار داده بشه. من همینجا از دوستان خواهش میکنم که اگر لطف کنن این برنامه ها رو با دوستان خودشون هم شیر کنن، حتی اگه مخالف باشن. شما اگر من اگر مخالف بها اپری باشم، میتونم این برنامه رو شیر کنم، موافقین با خودم رو بیارم که آقای بها اپری ببینی که ایشون اینقدر مخالف داره. یعنی کلن این نباشه که فقط با اونایی که موافق هستیم ویدیوهاشون رو شیر کنیم، مخالفین رو هم بیاریم ولی همونجا نقدشون کنیم، در همون ویدیو نقدشون کنیم. من هیچ اشکالی نمیدونم کسی این ویدیو رو بذاره تو یوتیوب، خواهم گذاشت ایشالله، تو فیسبوک هست، و نقدشون بکنه، هیچ مانعی نداره، خیلی هم خوبه. دقیقا. خب شما بگید که پیشنهادتون چیه بعد این ماجراهایی که دیدیم، هر سال یک سری اعتصابات، اعتراضات، شورش، تظاهرات میشه، مردم میگن ما آمدیم برای حقمون رو بگیریم، دولت میگه نه، اینا بعضی هاشون گول خوردن، فریب سازمان های مختلف رو خوردن و میان نمیدونم به اصطلاح میزنن اموال بیت المال رو از بین میبرن. اینو شما پیشنهادتون چیه؟ چه باید کرد در این قسمت؟ همین ریشه اعتراضات و به اصطلاح نارضایتی ها رو باید از بین برد. این به ریشه ها میپردازه. ما ها 100 خورده ساله که مرتب انقلاب میکنیم، 3 انقلاب بزرگ داشتیم، 2 انقلاب بزرگ داشتیم و 100 جنبش های کوچیک. این یه مقدارش در به اصطلاح فرهنگ اعتراض که در منطقه به عنوان یه فرهنگ برتر، به عنوان یه عقیده برتر شناخته میشه به اصطلاح هستش، یه مقداریش هم خب حقیقت داره. مردم حق دارن که نارضایتی داشته باشن، مسائل و مشکلات. ما یک کشور نفتی هستیم که ارزم به حضورتون فقیر هستیم، یعنی درآمد نفت بوده، حالا که الان نیست، ولی اون موقعی هم که بوده در به اصطلاح رضایت، در جلب رضایت خاطر همه مردم استفاده نشده و این مسئله یه که باید اصلاح بشه. ما ها خیلی پتانسیل های بزرگی در ایران داریم که از این پتانسیل ها استفاده نمیشه و یه مقداری باید افکارمون رو فقط عوض کنیم. عوض کردن فکر آسونترین چیزیه که در دنیا وجود داره، هرچند به اصطلاح پرچالشترینش هم هست. همه صحبتش رو آسون میتونن بکنن ولی انجامش بسیار مشکله، ولی در این حال آسان ترین راه انجام تغییرات هست.
بنابراین این چه باید کرد، از یک تحول از درون شروع میشه. هفته بحث هفته پیش دوست دارم فقط کوتاه بگم که هر کسی از درون خودش تحول پیدا بکنه، روی خودش کار بکنه، روی انتظارات و توقعات خودش کار بکنه، روی به اصطلاح تغییر خودش کار بکنه تا تغییر رو در جهان ببینه. بعد از خود مسلماً حلقه های ارتباطی اطرافمون، کسانی که به ما اعتماد دارن، کسانی که حرف ما رو میپذیرن و اینطوری به اصطلاح از سطح مردم شروع کردنه، نه اینکه تغییرات از بالا، تغییرات از رهبری شروع کردن. و این از اینجا شروع می شد، از تحول از درون شروع می شد و بعد می رفت روی مسئله اینکه ماها در ایران یه جمعیت زیادی داریم، یه اکثریت نسبتا قاطعی داریم از مسلمانان شیعه، بعد مسلمانان سنی و الان بیش از همه چیزی جمعیت در حال گسترشی داریم از کسانی که سکولار هستن و همگی اینا در یه نقطه‌ای میتونن جمع بشن که من اون نقطه رو گذاشتم بازگشت به مرزهای قرآنی. یعنی شیعیان که الان حاکمیت رو در ایران در دست دارن، این رو یه مقداری به اصطلاح با تحول از درون یه مقداری تخفیف بدن به مردم ایران و بازگشت به مرزهای قرآنی، اون چیزی که در قرآن هست اون مرزها رو رعایت بکنن. اون چیزی که در قرآن هست حجاب اجباری نیست، حجاب هست ولی برای پرهیزکارانه و اونها هم هیچ گونه دستوری ندارن که این حجاب رو به دیگران تحمیل بکنن. حالا که همه دنیا مجبور شدن، همینطور همه مسائل دیگه، از شلاق زدن کسی که تظاهر به روزخاری کرده که در قرآن نیست، اصلا تظاهر به روزخاری حتی چیز اخروی هم نداره، درسته کار بدیه، ممکنه خود منم به اصطلاح، نه اینکه ممکنه واقعا خوب نمی کنم، ولی این نیستش که گناهی داشته باشه یا مجازات دنیوی براش تعیین شده باشه. اینجور چیزایی که خرافاتی که همراه با حدیث به اصطلاح به قانون تحمیل شده، اینها رو ماها جدا بکنیم. حالا اسمشون نمیخواییم بذارین خرافات، بذارین اسمشون فقه شیعه. فقه شیعه رو از قرآن جدا بکنیم و تخفیف بگیریم از شیعیان که لطفاً در مرزهای قرآنی متوقف بشین. این کار بلا فاصله سنیایی که دور و بر مرزهای ایران هستند رو به ما پیوند میده، حتی دست ما رو در به اصطلاح تعامل با دشمنان تاریخیمون مثل عربستان سعودی و اسرائیل و تمام کشورهای منطقه جنوبی خلیج فارس و اینا بالا میبره. چون اگر ما قرآنی عمل بکنیم خیلی استانداردها رو رعایت خواهیم کرد، چه در منطقه چه در به اصطلاح داخل کشور. اگر قرآنی عمل بکنیم، معاملات مواد مخدر و الکل در قرآن ممنوع نشده، حتی برای پرهیزکاران که قرآن هست معاملاتش ممنوع نشده، مصرفش ممنوع شده. خب ما با این کارمون میتونیم تمام پتانسیل های به اصطلاح یک ایران آباد و آزاد که درآمدش به جای درآمد نفت متکی به درآمد توریسمه. میدونیم توریسم الان که کرونا همه چیز رو به هم ریخته، ولی من یه تو کامپیوترم یه دونه دارم، تو سایت چیزم هم گذاشتم، تو سایت بیزنسیم هم گذاشتم که درآمد توریسم چه درآمد عظیمیه و چقدر روش سرمایه گذاری شده، تمام اینا آمارش موجوده و اصلا فقط سود خالص دیگه. یه توریست که در به اصطلاح در یه کشور دیگری قدم میزنه، از صبح که بلند میشه دستش تو جیبشه تا شب که بخوابه، تا همینطوری هم به همه به اصطلاح کارها سود میبره، سود میرسونه. ما فقط کافیه که درک و فهم خودمون رو، این میشه، این میفته به عهده شیعیان، از مسئله حجاب، از مسئله تقوا و پرهیزکاری که با بستن چشم شروع میشه، با رو رو برگردوندن شروع میشه، با نگاه شهوانی نگاه نکردن. یعنی شما میتونی حتی به یه نفر نگاه بکنی ولی نگاه شهوانی نباشه. اینها چیزایی هستش که در اصطلاح سوء تفاهماتی که در این 40 سال بوده با یه مقدار صحبت‌های داخلی، صحبت‌های محترمانه
صحبت هایی که به اصطلاح از دل بر بیاد و از دل و بر دل بشینه ما باید اینا رو داشته باشیم. دوم اینکه به همدیگه اطمینان بدیم که اصلا برنامه سرنگونی و برنامه حذف از فرهنگ سیاسیمون باید حذف بشه، یعنی دنبال حذف کسی نیستیم و نباید باشیم. قانون تزاوج بقا به اونا حق دفاع میده و اونا اگر بخوایم کسی رو حذف کنیم اونا حق دارن که ما رو هم حذف بکنن. پس بنابراین یه به اصطلاح تفکر مسالمت آمیز ارزم به حضورتون خیلی دقیق خیلی محترمانه باید در ایران شکل بگیره که بنده یه مقداریشو اینجا در صفحه Looking for Truth گذاشتم، ولی اینا همگیش به عنوان پیشنهاده، اینا به عنوان چیزی هستش که ایشالله روش کار بشه و تا قابل قبول برای هم باشه. و اونجا من پرسیدم که سکولارها با این مسئله چه چیزی دارن، با طرح مسئله به این نه آیا اگر مشکلی دارن و اینا، آخرش به اونجا پرداخته شده درباره مسئله قوم یهود و اسرائیل، درباره مسئله بانکداری که ما بانک‌های معمولی رو در ایران ممنوع کردیم و همون عدم رقابت باعث شده که نرخ بهره در ایران بره بالا، اگرچه اسمش کارمزده ولی از هر بهره بالاتره. اینا مسائلی هستش که به ذهنم رسیده، ممکنه مسائل بیشتری هم وجود داشته باشه که احتیاج باشه اون رو به اصطلاح مادیفایش بکنیم، ولی از اونجایی که من نه برنامه تلویزیونی خاصی دارم نه برنامه سیاسی به اصطلاح بخوام بگم من چیز هستم، من فقط این به ذهنم رسیده و با دیگران شیر میکنم. یکی دو بار دیگه هم شاید اینو شیر بکنم اگر چنانچه بتونیم کسانی رو به اصطلاح چه در ایران چه در خارج از ایران کسانی باشن که با من در این باره همکاری بکنن، همکاری که خیال کنن مثلا این به اصطلاح تر خوبه و باید کمکش بکنن و اینا، عرضم به حضورتون برنامه را ادامه میدیم. اگر نه که بعد از یکی دو جلسه مثل همگی برنامه های سرگرم کننده قبلی، این یکی که سرگرم کنم نیست، به اصطلاح در خاطره ها خواهیم ماند. خب شما چند تا نکته و مسئله، شما سخنوری وقتی صحبت میکنی یکی پس از دیگری میگی، من اینجا یادداشت کردم. اول مسئله نفت رو گفتی که ما ملتی هستیم که از به اصطلاح فروش نفت چیز میکنیم زندگی میکنیم و الان هم که نفت قیمتش اینجوری شده، نفت اینقدر قیمتش آمده پایین که حتی بزرگترین مصرف کننده جهان که همین آقای ترامپ و آمریکا باشه، اینها شاکی هستن و میگه برگشته به 1950 و ما باید کاری کنیم که روسیه و عربستان با هم به اصطلاح دعوا نکنن و تولید رو کنترل کنن تا قیمت بره بالا. شما نظرتون در این رابطه چی هست؟ بعد ما یه خاطره تاریخی داریم که آقای مصدق گفته بوده که این نفت مال یک نسل نیست، باید در این چاه‌ها رو بست و گذاشت برای نسل‌های آینده، که ای کاش این کار رو کرده بودن. و با این قیمتی که الان میگن در دنیا 20 دلاره، ولی نفت ایران به دلیل اون تحریم‌هایی که هست، سانکشنی که هست، روی 14 دلار و 12 دلار حتی به صورت قاچاق خرید و فروش میشه. دو شما درباره حجاب فعلا نفت رو صحبت کنید تو تا بعد برسیم به ماجرای حجاب که اجباری نیست. بعد یه چیز جالبتر از این، شما درباره مصرف مشروبات من چند تا گفتم بس. شما حداقل یکی یکی بگید. خب بفرمایید نفت رو بگید، نظرتون چیه و فکر میکنید این نفتی که الان قیمتش اینجوری آمده پایین باعث میشه که دولت ایران و مردم ایران به یه فکر دیگه بیفتن، دست بردارن از فروش نفت؟ و اگر از فروش نفت ما دست برداریم این انتظارات بیهوده، اصلا نفت اجازه بدین نفت اینطوری که تحریما سفت شده، من یه موقعی شنیدم که نفت ایران رسیده بود به 500 هزار بشکه که هیچی نیست تقریبا، و این صحبت مثلا 8-9 ماه پیش بود. اصلا فکر نمی کنم به اون صورت ایران نفتی بتونه بفروشه، یا اگر بفروشه بتونه پولشو دریافت بکنه. این خب بهترین زمانه که عرضم به حضورتون این تغییر و تحولات رو فکر بکنیم. در این فشارها هست که ملت‌ها میتونن رشد بکنن. فقط کافیه کسانی رو که میفهمن این مسائل رو، فقط به جای فهمیدن، به جای
ژست و اداهای روشن فکری در آوردن دست به عمل بزنند و هر کسی هر چیزی رو فهمید همون لحظه به اصطلاح تغییرات لازم رو در خودش ایجاد بکنه که مسئله الان تفاوت کرده و به مسئولیتش اگر هر کسی عمل بکنه نشون میده ملت رشد کرده و نشانه های خیلی خوبی هم هست در راه. این توفیق اجباری مسئله نفت و تحریم ها و اینا یک طرف، بیداری ملت در همین مسئله کرونا، من واقعا نگاه میکنم سازمان های مختلف، گروه های مختلف ایران رو تو تلگرام و واتساپ و اینا دارم، من اون چیزی که در جنب و جوش مردمی ایران میبینم، تحرکی که برای مبارزه با کرونا در ایران میبینم، داوطلبانی که میبینم اصلا در تاریخ بی سابقه بوده و این خیلی موجب دلگرمی منه. انشالا به اصطلاح بتونیم نه فقط بر کرونا بلکه بر همه مشکلاتی که مردم ایران دارن، از جمله مشکلات عظیم اقتصادی که دارن بر اثر تحریم ها، این تحریم ها میتونه همون موقعیتی باشه که به اصطلاح در فشار زغال تبدیل به ارزم به حضورتون الماس میشه. این تحریم ها واقعا شکننده است، ولی ایشالله که به فکر بندازه مردم رو، به عمل بندازه روشن فکرانی که این مسائل رو میفهمن و یه فکری برای مشکلات خودمون بکنیم، یه فکری داخلی. بسیار ممنونم. شما درباره حجاب هم این هفته هم هفته قبل گفتید که جایی تو قرآن نیست که اجباری است و اینا، البته الان به نظر میرسه که همه دنیا مجبورن این حجاب رو داشته باشن. اتفاقا یه بحث جالبی بود سالها پیش در دانشگاه پهلوی شیراز که اون زمانی که حجاب و اینجوری گفته بودن استفاده کنید به خاطر طوفانای شن و اینها بوده و بعد همون میکروب و اینها، و حتی در یک قسمت هایی که میبینیم مثل قشم و بندرعباس و عربستان سعودی و اینها، اون نقابی که دارن باعث پیشگیری از آفتاب سوختگی میشه، که ما اینجا میبینیم اینایی که بیسبال و چیز بازی میکنن همین کرما رو میزنن، یا اگه خودمون میریم دریا روی بینی و روی گونه هامون و زیر چشم و اینا رو کرم میزنیم که نور آفتاب منعکس بشه و چی نشه. یعنی یه چیزایی رو چون از اسمش بدمون میاد و میخوایم ادعا کنیم ما پیشرفته هستیم مخالفت میکنیم، بعد گیر میفتیم باهاش، نمیدونیم. حتی اینجا الان آقای ترامپ پیشنهاد کرده به مردم که اسکارف یا این روسری ها رو به دهان خود ببندید. البته این انقدر به اصطلاح شارلاتان و عقب افتاده هست که نگفت به صورت مندتوری، به صورت داوطلبانه گفت. بعد حتی خودش همون موقع گفت البته من نمیزنم، این فکر میکنه خیلی ماچوه، خیلی قویه که این کارو نمیکنه. دلیلش اینه که میخواد یه وقت فرم موهاش که اینقدر قشنگه خراب نشه با ماسک و اینا. ولی من همینجا به همه پیشنهاد میکنم این ماسک ها رو حتما بزنید، به احتمال زیاد خیلی زود تا شما این ماسک رو نداشته باشید نمیتونید سوار اتوبوس و قطار و هواپیما و فروشگاه ها بتونید برید، چون خیلی ها گفتن که وقتی ما تو فروشگاه هستیم، اینجا صندوقدار هستیم، از صبح تا شب 100 نفر 200 نفر میان میرن، اونا باید ماسک استفاده کنن تا ما رو مریض نکنیم، ما باید ماسک استفاده کنیم تا اونا رو مریض نکنیم. این مسئله حجاب رو کجای قرآن یه چیزی حتی راجع بهش نوشته که حالا ببینیم به اصطلاح محب، نمیدونم مکروه، واجب، محب منظورتون، بفهم متوجه شدی؟ بله صداتون البته قطعی داشت ولی فهمیدم سوالتون رو، فکر میکنم. بله این تصویر و صدا یه مقداری در کامپیوتر من با هم تفاوت دارن، یعنی تصویر شما خوب به موقع، تصویر من مثلا انگار 5 دقیقه از شما عقبه به هر دلیلی، ولی من تو دوربین نگاه میکنم که به اصطلاح به قول شما بهتر در بیاد برنامه. بله ببینین الان در این برنامه حداقل قصدم طرح ایدئولوژی که به اصطلاح قرآن نیست، در اینه که برگردم به این که قرآن برای پرهیزکارانه. همون اول اولش میگه الف لام میم ذالک الکتاب، اونجا میگه که قرآن برای چه کسانی هست، و در دستورات به پرهیزکاران گفته شده که
اون چیزی که به اصطلاح روی سرشون دیدین، عربا چه مرد چه زن، یه دستمالی هست. بله. میگه اینو بیاریم پایین تا سینه ها رو بپوشونه، و بعد میگه مثلا به پاتون زنگوله نبندین. در مجموع چیزهایی که همون چیزهایی که در به اصطلاح در تورات و انجیل هم هست جلب توجه نکنید. میدونید در انجیل هم هست که در حتی کلیسا خانوما بلند صحبت نکنن. یه مقداری اون آیات به نظر من مادریشن، به نظر من رعایت اعتدال رو به خانوما توصیه میکنه، همینطور به آقایون. و این هیچ نگفته که برین حالا کسای دیگر رو شما ها اجبار به کاری بکنین. لا اکراه فی الدین، یعنی پرهیزکاران بهشون این توصیه ها شده، در پرهیز براشون موثره. ولی اینکه ما بیایم اینو بگیریم بگیم این حجاب اسلامیه و اینا، این حجاب منطقیه، همونطوری که گفتید اینو در بلوچستان در این و در اون و در همون قشم و اینا یه حجاب یه مشخصاتی داره، همین اندازه که ما بتونیم کانوینس کنیم، حالا وارد جزئیاتش نشیم که دونا گیر بکنیم، بتونیم هموطنانمون رو کانوینس بکنیم که بابا این مسیح علی نژاد و اینا رو بیاین دکونشون رو ببندین تو رو خدا. این مسئله حجاب یه مسئله ایه که هر کسی که پرهیزکاره نگاه نکنه و هر کسی هم خودش مسئوله که حجابش رو رعایت بکنه، نه دیگران. اون رو به اصطلاح مجازات های اون رو به پای ما نخواهند نوشت، مجازات های ما رو به پای اون نخواهند نوشت، و به این ترتیب مسئله شخصی به قول یکی از آیت الله های قوم براش همین چه باید کرد و فرستادم، گفت شما به جای اینکه این وارد جزئیات بشی بنویس فقط آزادی های شخصی رعایت بشه. گفتم خب اینو همه نوشتن، آزادی های شخصی باید رعایت بشه. این یه چیزیه که الان بذاری جلو هر کسی اینو امضا میکنه، آزادی های شخصی باید رعایت بشه، همه مینویسن بله. نه، وارد جزئیاتش بشیم و بگیم که به اصطلاح برگردیم به مرزهای قرآنی. قرآن کتاب مقدس شیعیان هست و حتی در به اصطلاح اجتهاد شیعه هم اونجایی که نص صریح قرآن وجود داره در شیعه عرض میکنم باز دوباره نص صریح قرآن هست که حاکم هست. پس بنابراین یه مقداری این مسئله حجاب که شما فرمودید یه مقداری بحث اجتماعیش رو مطرح بکنیم، بحث به اصطلاح ایدئولوژیکش در چه باید کرد هست، در صفحهی به نام حجاب هست که اگر مسلمان ها خواستن به اون دقت بکنن و اون مراجعه کنن و اونو نقد بکنن، من در همون جا هم جواب خواهم داد. بسیار ممنونم. چون ما تقریبا 32 دقیقه با هم بودیم برنامه داشتیم و قراره که روی 45 دقیقه وقت رو بذاریم بیشتر با دوستان اگر سوال و جوابی دارن و میتونن این برنامه رو حتی بعدن که به صورت بازپخش هم در فیسبوک میمونه، هم در مردم tv.com و هم به صورت بایگانی روی یوتیوب هست، اونجا هم از همین طرق تلفن، ایمیل، وبسایت، فیسبوک تماس بگیرن، یعنی تمام به قول معروف در و پنجره ها بازه که دوستان بتونن تشریف بیارن. یه صحبتی شما کردید در رابطه با مشروب، مخصوصا شنبه گذشته هم شما این رو باز تذکر دادید، ولی امروز گفتید که فروش مشروب آزاده ولی مصرفش ممنوعه. بله بله، در قرآن که برای پرهیزکاران هست معاملاتش ممنوع نشده. بله بله. خب ببینید این یه کلاه شرعی شما میدونید حرام هم شده. اجازه بدید آقای ابهری، من پیشنهاد میکنم اگر برنامه های آینده داشتیم شما گوشی و میکروفون بذارید و مخصوصا الان چون شما فیسبوک رو میبینی و اسکایپ با هم توی صفحه دارید، این باعث میشه که اون دیلی شما را اذیت کنه. بذارید نگاه کنید آقای بها ابهری، فیلم تختی رو نمیدونم شما دیدید یا نه، من وقتی فیلم رو دیدم دیگه اون شایعه و اون تئوری دسیسه‌ای که میگفتن دولت به اصطلاح پادشاهی ایران یا شاه اینو کشته از اون عبور کردم، ولی به این نتیجه رسیدم که محیط رو براش یه کاری کردن که خودش خودکشی کنه. ببینید شما میگید فروشش معاملش آزاده
ولی مثلا مصرفش ممنوعه. البته تا اونجایی که من میدونم از پدرخوانم هم شنیده بودم که میگفت که میگه دوری کنید، وجتنبو، اجتناب کنید. بعد دلیلش هم این بوده که بعضی هم میخوردن خیلی خرمستی میکردن، مزاحم مردم میشدن، به همین خاطر میگفته اجتناب کنید. ولی شما بیزینسمن موفقی هستید، اگر بگم وسیله ای رو که آقای بها ابهری گذاشته توی فروشگاهش میتونه بفروشه، ولی سوربی تو نمیتونی اینو بخری، خب این یعنی شما رو دارن از بین میبرن. و به نه خیلی جامعه، قرآن آگاهی داره که جامعه پرهیزکار نیست. بله میدونین چی میگم، پرهیزکاران مصرف نکنن. این سوال شما رو امیدوارم جواب بده، چون قرآن فرضش بر این نیست که همه قرآن رو به اصطلاح خواهند فهمید و دنبال خواهند کرد. بله. به پرهیزکاران داریم صحبت میکنیم، کتاب قرآن به پرهیزکارانه. آقای ابهری توی کانادا آمدن میگن فروش جنس یا سکس آزاده ولی مصرفش ممنوعه. خب خانمه وای میسه کنار خیابون تنفروشی میکنه، ولی اگه یه آقایی با ماشین وایساد اینو سوار کرد میگیرن، میخوان جریمهش کنن یا حتی ماشینشو. این میدونید یعنی نشون میده که این دولت یا اون کسی که حالا این یا دستور دولتی و قانونیه یا دستور مذهبی و عرف و شرع و اینها هست، نشون میده اینها دارن با مردم بازی میکنن. نمیشه که فروش سکس آزاد باشه ولی خریدش و استفادهش ممنوع باشه. اجازه بدین چون آقای اردشیر شیخی اینجا هستن، اجازه هست همین سوالی که مطرح فرمودین من جواب بدم، بعد به آقای اردشیر شیخی هم برسیم. بفرمایید. ببینین، اول اینکه وجود فجتنبو رو در قرآن تایید میکنم. بله، کلمه فجتنبو که اون فامیل شما فرمود درسته، اجتناب کردن، دوری کردن. این دوری کردن برای هر کسی به اصطلاح یه مفهومی داره، یعنی یه دکتر قلب ممکنه به شما بگه هر مثلا هفته حد اکثر دو بار، مثلا حد اکثر دو تا 6 اونس مثلا شما شراب قرمز میتونی بخوری، بیشتر نخور، و میدونه که شما هر شب داری میخوری اونم یه شیشه، بهت میگه که یه مقدار ازش دوری کن. و برای اون فجتنبو که من شنیدم از همین رادیوی لس آنجلسی، یه دکتر قلب میگفت حتما نمیدونم دوتا رو بخورین، ولی بیشتر از اونم خب دستور اجتناب میدن. این اجتناب کلیگوییه، مثلا یه نفر ممکنه اجتنبو رو حتی بگه داخل خانه‌ای که توش الکل مصرف میشه من نباید برم، برای اون اجتناب اینه. برای یه کسی اجتناب ممکنه این باشه که به اصطلاح من حتی در خرید و فروشش هم شرکت نمی کنم، توجه کردیم به عرضم، اون هم براش اونه پرهیزکاری. این خدا به نظر من می دونسته چه مواردی کلیگویی کنه و در چه مواردی دقیقا به اصطلاح قاطعانه بگه آره یا نه. و همینطور به اصطلاح معاملاتش وقتی صحبت می کنیم به اصطلاح در اینم میگم باز دوباره توضیحشو لطفاً دوستانی که به این توضیحات به اصطلاح توضیحاتش بیشتر علاقمند هستن، در همون صفحه Looking for Truth از صفحه چه باید کرد یه لینکی میره به مصرف مواد مخدر، ببخشید معاملات مواد مخدر و الکل، که در اونجا دلیل قرآنی مونه هم به اصطلاح عرضه کردم برای علاقمندان. بسیار ممنونم. اطلاع ما در شیراز یک همدبیرستانی داشتیم که این آقا با داداش من هم کلاسی بود به نام آقای شیخی و اینجا هم آدم موفقیه تو کار چاپ و پرینت و اینها. این آقای اردشیر شیخی که نمیدونم از کجا هستن نوشتن که سلام به شما آقایان سوربی و ابهری، علی‌رغم بازتاب غیر واقعی حوادث، واقعیت‌ها و رویدادهای ایران عزیز در رسانه‌های خارج و حتی فضای مجازی که غالباً شیوه سلبی و انتقادی دارد، فکر کنم اینجوریه، و مشکلیابی و درشت و ولود می شود، اینو درست نمیتونم بخونم، در این میان به نظر من شما دو نفر انسانهای منصف و با تجربه فردی و اجتماعی هستید. اولا خیلی ممنونم
که دارید برنامه رو تماشا میکنید. ازتون تشکر میکنم اگر با دوستانتونم برنامه رو شیر کنید. بیشتر ممنونم که نظر دادید، کامنت گذاشتید اینجا. و ما سالهای ساله، من 20 ساله و من آقای ابهری رو فکر کنم از سال 2006 میشناسم. حالا اگه قبلش ایشون بیننده برنامه من بوده و منو میشناخته، ولی در ارتباط از شروع رنگارنگ، شروع کار شما در رنگارنگ به 18 سال پیش، چون من 2 سال قبل از اونم تلویزیونای محلی بودم و خیلی خوشحالم. رنگارنگ ببینید، ما یه چیزایی رو فهمیدیم اونایی که تظاهر میکنن تا یه اندازه میتونن تظاهر کنن، آخرش مثل این که میگن دروغگو کم حافظه است. شما از امروز اسم خودتون رو یه اسم دیگه بگید، چهار جا که میری اون جای پنجمی یه دفعه اسم اصلیتون رو میگید و هی باید به خودتون فشار بیارید. ما حوصله این فشار آوردن با خودمون و دروغ گفتن و مثل پرچم با هر بادی به هر طرفی بریم و مثل این کمیلیون، فکر کنم میشه آفتاب پرست، با هر شاخه درخت سبز رسیدیم سبز بشیم، روی زمین اومدیم به رنگ زمین بشیم، این حوصله ها رو نداریم و به این نتیجه رسیدیم که ما لازم هم نیست که مثل خانم مسیح علی نژاد یه شبه بیام یه پول هنگفتی رو از یه جای خرج کنیم، آزادی های یواشکی درست کنیم، 250,000 نفر چند تا جوان بیچاره بدشانس رو هم تحویل دستگاه های اطلاعاتی و شکنجه و اینها بدیم. ما به این نتیجه رسیدیم اگه ما 10 نفر داشته باشیم که حرف ما رو بفهمن، حرف ما رو درک کنن و اینقدر دوستای خوبی باشن که ازمون انتقاد کنن. شما باورتون نمیشه، من حالا روزانه که با آقای ابهری در تماس نیستم، ولی هر وقت باهاشون صحبت میکنم، ما این موامون که از بین رفته به خاطری که خود هم دیگه موهای هم دیگه رو میکشیم. در هر صورت خیلی ممنونم آقای شیخی، و ایشون به قول معروف سوالی نبود، فقط استیتمنت بود یا نظرشون بود و این نظرشون داره میگه، اذعان میکنه که همون چیزی که شما گفتید از این ور اون ور پول میگیرن که خبرها رو غیر واقعی برسونن، ایشون به این نتیجه رسیده که آقا دیگه انقدر بازار بد شده که باید قدر این سربی و آقای ابهری رو بدونیم. من به نوبه خودم از ایشون ممنون و متشکرم. امیدوارم دوستان دیگه و مخصوصا مخالفین بیان صحبت کنن، مهمان برنامه باشن، با آقای ابهری تماس بگیرن، ویدیو درست کنید با تلفناتون بفرستید، آقای ابهری بفرسته در برنامه بعدی پخش میکنیم اون ویدیو رو، عین اینکه شما اینجا حضور دارید. و امیدوارم باز با همون کمک ها و حمایت های قدمی درمی کاری کنید که امکان اصلا حضور شما دوستان هم در برنامه ها باشه. من باز ساکت میشم و آقای ابهری شما اگر موضوعی رو دارید بفرمایید. ضمن دیدم که شما هم اینجا اون وبسایت lookingfortruth.org رو گذاشتید، بعدن که این ویدیو برای شما ارسال میشه میبینید که از اول برنامه این اینفورمیشن ها یا اطلاعات اینجا بوده، فیسبوک شما، وبسایت شما، شماره تلفن شما و ایمیل شما. و من از اینکه شما در این 5-6 روز گذشته زحمت کشید و اینها رو فراهم کردید که مقداری بار من کم بشه تشکر میکنم. آقای ابهری من ساکت و میکروفون در اختیار شماست. میکروفون که اگر بخوایم برنامه ها حد اکثر 1 ساعت بیشتر نباشه که دوست دارم اینطوری باشه، ما الان 17 دقیقه وقت داریم برای دوستان که در این باره صحبت بکنن. و اون چیزی که من دوست دارم بشنفم اینه که بنده همین پیشنهاد رو 4 بار در مقاطع مختلف یا 3 بار در مقاطع مختلف به دفتر روابط عمومی رهبری فرستادم، به 2-3-4 نفر از به اصطلاح مجتهدین قوم، بعضیشون از مراجع که تونستم تو اینترنت به اصطلاح عرضم به حضورتون ایمیل آدرس یا دفتر روابط عمومیشون رو پیدا بکنم به اونا فرستادم، به مردم به طور عموم عرضه کردم. ولی واقعا این یه شروعی بوده که غیبت پشترشون نکرده باشن، ولی در نهایتش باید کار اگر به اصطلاح بخواد بگیره، نهایتش اینه که این جرقه باید تبدیل به آتشی بشه که در ایران ماها این رو بتونیم در سطح وسیع، چه در مردم چه در مقامات و مسئولین، که من همه مردم رو اگرچه مقامات نمیدونم ولی مسئول میدونم،
این به اصطلاح پخش بشه به عنوان یک نظرخواهی، به عنوان یک پیشنهاد، به عنوان یک چیزی که یه اساسی داره و اساسش هم به اصطلاح بومی سازی میتونه بشه، بومی سازی دموکراسی و پلورالیسم در ایران میتونه باشه، یک به اصطلاح چیزیه که به هیچ کسی و به هیچ جایی، به هیچ دولتی، حتی به هیچ حزبی در درون ایران وابسته نیست و به اصطلاح همه میتونن روش حساب بکنن، ازش حمایت بکنن. یکی دو جلسه بیشتر وقت نداریم، یا اینو اجراش میکنیم یا همون looking for truth رو تبدیل به واقعا ارگش میکنیم، یا اینکه به اصطلاح برمیگردیم در داخل تاریکی ها و لذت زندگی شخصیمون، البته مسئولیتمون به جای خودش، ولی ادعاهای گنده گنده رو شل کنار میذاریم و ریالستیک میشیم. ولی این به عهده مردمی داره، به عهده مردمی هست که این پیام رو میشنفن. اگر تبدیل به عمل شد، به همه نمایندگان مجلس مثلا من دوست دارم از اینا اطلاع داشته باشم. چقدر هم تو تلگرام های مختلف من حضور دارم، ولی همگیشون یک طرف هست، یعنی من هیچ وقت نمیتونم چیزی رو براشون بفرستم، فقط میتونم حرفای اونا رو دریافت بکنم. این رو مردمی که داخل ایران هستن میتونن کمک بزرگی باشن. در این زمینه ها خیلی دوست دارم از دوستان بشنفم که چه باید کرد واقعا و نظر اونا رو در پخش این جویا بشن. بریم باز کنیم تلفن های بیرون رو، باز کنیم. منم بازم پرحرفی کردم، 14 دقیقه بیشتر وقت نداریم. بله، اون برای تلفن باید از قبل گفته باشیم تا تلفن رو باز کنیم، مخصوصا الان که شما تلفن شما رو گذاشتیم، پس شما باید اونجا اون تلفن رو باز کنید. ولی اجازه بدیم امروز هم با همتون کنترل و فرماندهی اینجا دست شماست. بله. میخواین شما تلفن ها رو جواب بدین، من اینجا بله. خب اونو باید پس ترانسفر کنیم قبل از برنامه، شماره تلفن شما بیاد اینجا. اون ببینید باید از قبل پیش بینی شده باشه. حالا اجازه بدید من خود من به اندازه کافی از شما سوال دارم. نگاه کنید، شما میگید من با دفتر رهبری تماس گرفتم با چند تا از این آیت الله عظامشون، با همه بله. اونا مؤثر هستن در هدایت مردم. قبول. من از شما میپرسم، اونا به شما پاسخ میدن یا فقط یه طرف هست؟ نه هیچ کسی پاسخی نداده. خب. چرا در مثلا میونه مجتهدین قوم یه نفر یک پاسخی داده، پاسخش هم زیباست، ولی گفته منتشرش نکن. خب این یعنی چی؟ چون تو آمریکا شما میدونی هر کسی به شما، مثلا یه نفر میاد میخواد آشپزخونه شما رو درست کنه، میگه من با $1,000 در و دیوار رو درست میکنم، شما میگی بنویس، میگه نه من نمینویسم. این put it in writing یعنی چی؟ یعنی ثابت میکنه که طرف داره پشت حرف خودش وای میسه. درست میگم؟ نه، یه مقدارش بیعتمادیه، یه مقدارش به اصطلاح عدم دقته، حالا هر چیزی که هست. وظیفه من اینه که بدم اصلا بوده قضاوت کرده در مقام قضاوت کردنشون نیستم، چون نیتشون رو پاک دیدم. بعدم دهت یه چیزایی شرایطی بعد از یکی دو بار گفتن همونطوری منتشرش کن، این به عهده من بود که من نخواستم اسم ایشونو استفاده بکنم. نه. و منتشرش از جهات اسم خودم هم بکنم اون وقت ارزشی نداره و به این همینطوری موضوع رو مسکوت گذاشتم. ولی آخرین خبر این بود که اگه میخوای همون اولیه رو منتشر کن، چون قرار بود یه چیز جامعه تر بنویسن که اون هرگز میسر نشد. ولی به هر حال آدم 80 و چند ساله من زیاد ازش انتظاری ندارم. بله. و خیلی دوستش دارم، مرد بسیار پاک، ولی اون به اصطلاح توقعی که داشته باشم بتونه ادیت کنه، بتونه این کارو بکنه، بتونه اون کارو بکنه، خودشم تحت فشار در قوم. بله. آقای عبهری دوست عزیز، میدونید که اینا دفتری دارن، دستکی دارن، کمکشون اون طلبه ها و افراد دیگه کار میکنن. نه ایشون تحت فشار در اوکی. اگه اون یکی استثنان، پس به این نتیجه میرسیم که هیچ کدوم از اونایی که دستن در کار هستن و این حکومت رو به این صورت بعد از 41 سال در آوردن جوابگوی مردم نیستن. حالا سوال من این نیست اصلا، سوال من اینه مثلا مردمی رو در پشت درهای روابط عمومی ادارات مختلف نمیبینم. من بیشتر میبینم مثلا در فیسبوک یا در مترو یا در چه میدونم ارزم به حضورتون اتوبوس و اینا پشت سر هم دیگه زیاد غیبت میکنن، ولی چه تعدادشون با مقامات تماس میگیرن برای من خیلی. آقا یکیش خود شما هستید، یکیش خود شما هستید. من اتفاقا فکر میکردم چون به شما جواب دادن میخواستم این سوال و این پرسش رو مطرح کنم. حالا شما اینو بپرسید، چون شما به نظر میرسه آدرس اینا رو دارید میخونید. من همونجا تو اون کانتکت پیجی که شما خودتونم تو چیز دیدین اونا رو به اضافه کنیم.
و هر کسی بتونه بکنه. من عقیدم اینه که اگر چنانچه مثلا 1,000,000 تقاضا برسه توی دفتر عمومی، 10,000 تا تقاضا برسه، فرق میکنه با اینکه یه نفر. نه عزیز من، کسی که جواب یه نفر رو نمیده اون وقت بعد عذرش موجه میشه، میگه من چگونه جواب 10,000,000 رو بدم. ببینید جوابگو بودن، منم اینجا به همین سناتورا و کانگرسمنای اینجا هرچی نوشتم جوابی که فرستادن اصلا جواب حرف من نبوده، یه جواب تایپ شده از موضوع استانداردی که برای همه میفرستن. یه جنریک فرمی هست اونجا که شما بری، یه دختر 17-18 ساله‌ای هست، حالا اگر مانیکا لوینسکی نباشه یه بیچاره دیگه‌ای هست که رفته اونجا دوره ببینه، و شما شبا بیاین اینجا نزدیک مجلس و اون خیابون نزدیک اونجا و همین هتل ترامپ و اینها ببینید که این بیچاره ها، افرادی که بچه هاشون میرن اونجا کار میکنن اینا، نه که همشون بدن، ناگفته نماند، ولی من صحبتم سر اینه. ببینید طرف آمده مسئول دولت، از آقای ظریف گرفته تا آقای رهبر گرفته تا آقای رئیس جمهور، همشون میگن توییتر ممنوعه، فیلتر میکنن، ولی همشون اکانت توییتری دارن. خب این ببینید، این میشه یک بام و دو هوا، این میشه اون ماجرایی که میگه برو فردا بیا، میگه چرا، میگه چون من امروز خورما میخوردم، نمیتونستم به این پسر بگم خورما نخور، ولی اینا هر روز دارن خورما میخورن و هر روز به مردم میگن نه خورما شما نخورید، برای شما بده. مردم عصبانی میشن. و حالا اون فرم جنریک، اتفاقا من فلوریدا بودم، دوستمون نامه ای آورد نشون داد که آقا این نامه رو دفتر، نه گفت که این نامه رو آقای اوباما برای من نوشته. گفتم اگر میگفتی دفتر اوباما، من میفهمیدم که شما پرسیجرش رو یا روشش رو اینا رو میدونی. دفتر اوباما، دفتر ترامپ، وایت هاوس، شما ببین الان چند هزار نفر اینا کارمند دارن، یه سریشون کارشون همینه که فرمای از پیش نوشته شده رو، امضای از پیش چاپ شده رو برای شما بفرستن، نامه شما رسید، مثل موقعی که شما مسافرت رفتی من برات ایمیل میفرستم. شما همین رو خواستم بگم. پس اینم فیلم بازی کردنه دیگه. بله. این یعنی این که نامه من و سناتور دایان فاینستاین، مثلا من 20 تا ازش نامه دریافت کردم، شاید 10 تاش هم نگه داشتم. بله بله. اینا هیچ کدومش چیزی رو نشون نمیده جز اینکه یه فیلمی بازی شده که آقا پیام شما رو شنیدیم، ولی موثره. چجوری موثره؟ اینه که اینترنهایی که در دفاتر اینا کار میکنن، صبح که پا میشه به سناتور میگن سناتور درباره مثلا طرح شماره 367 کنگره ما 10,000 تا تلفن داشتیم، 8,000 تاش در حمایت بوده، 2,000 تاش در مخالفت بوده. صبح که سناتور پا میشه میخواد به سنا، میدونه ما اون مشارکت جمعی که در جامعه مدنی مدرن وجود داره اون رو نداریم. یعنی همه فکر میکنیم خب پس موثر نیست. خب اینجا موثر نیست اگر شما فکرشو بکنید، چون حرف من مثلا با اون پتیشنی که امضا کردم یه خود رفتم ادیتش کردم، متفاوته. پس من به این جواب متفاوتی میطلبه و هیچ کدوم از این سناتور و کنگرسمن منایی که من براشون مینویسم، هیچ کدوم نمیدن اون جواب دقیق و متفاوت رو به من بدن. پس من به این از این جهت به اصطلاح اینکه بشر چی میگن مغروره، همه این هم هستیم. بله من همین رو میخواستم بگم که به دفاتر عمومی زیاد اهمیت ندیم، روابط عمومی. بله مگر این تعدادی از همون بخوان. اون سناتوری که شما میگید صبح اون اینترنه بهش میگه که ما انقدر چیز داریم انقدر چی، معمولا اینجوریه که اگه میخواد یه بیلی رو، یک قانونی رو ببره و مطرح کنه، میاد اونایی رو که موافقن نامه ها رو حتی چاپ هم میکنه که چقدر اینا پول خرج میکنن، تو دو تا سه تا پوشه و کارتون میاره و میگه که مثلا ما 15,000 نفر گفتن این کار رو انجام بدین. هیچ وقت نمیاد بگه چند هزار نفر گفتن این کار رو انجام ندید. ولی به این نتیجه رسیدیم که تشابه سیستم حکومت آمریکا و حکومت‌های دیگه با حکومت جمهوری اسلامی هست. یعنی اونام که ادعا میکردن نه ما میخوایم یه حکومتی بیاریم که طبقه چی میگن جامعه بی طبقه توحیدی باشه، ما میخوایم یه حکومتی بیاریم مردمی باشه، چنین باشه چنین باشه، یکی پس از دیگری. آقا من 5 سال بعد از انقلاب توی ایران دوام آوردم، بعد دیدم نه، وقتی آقای خمینی میاد میگه اگه 30,000,000 بگن آری من میگم نه،
این چه تفاوتی داره با ترامپ دیکتاتور؟ این چه تفاوتی داره با حکومت عربستان سعودی؟ وقتی آقای خامنه ای زمان شاه فکر میکنه و میگه که یه نفر نباید تصمیم بگیره و شاور هم فلعن، ولی حالا میان یه عده فقط افراد 70-80 ساله که 70 ساله ها جوونن، اینا به عنوان مجلس خبرگان یا تسلیم چیه اون مصلحت، بگید اسمش رو، مصلحت نظام، مصلحت نظام، بله اینا خب اصلا ببخشید خجالت آوره. یعنی به مردم مستقیما با وقاحت میگن شما چیز نیستید، نمیفهمید، عاقل نیستید، عقل ندارید، ما برای شما تصمیم میگیریم. خب من دارم اینو میگم که باید بیشتر اینو امفسایز یا تاکید کنیم، به اونا بگیم که آقا شما دارید راه شاه رو میرید و به زودی، حالا یا دیر یا زود، میگن حالا تعداد تماس ها، منظور من این نیست که همه حرف من رو بزنن، همون تعداد تماس هایی که با دفتر روابط عمومی ها به اصطلاح گرفته میشه، تعداد اون تماس ها اگر افزایش پیدا بکنه مسئله فرق خواهد کرد. به نظر من همون تعداد تماس ها هست، همونایی که همه فکر میکنن آقا تماس ما که بی اثره، اون هستش که تفاوت میکنه بین یک جامعه مدنی فعال و یک جامعه مدنی که به تئوری های دایجان ناپلئونی و تئوری های ناامیدی و اینا که پول میگیرن یه دهی به ما ناامیدی بفروشن، اینا حواسمون باید باشه. بله آقای عبهری، توی فیسبوک شما یه پستی دیدم راجع به یه خانم آمریکایی که گفته ترجیح میدم در ایران باشم توی این زمان، و شما میدونید 8 میلیون نفر رفتن مسافرت های نوروزی و با الان یه مشکل بود. بله 8 میلیون نفر رفتن، هر کدومشون هم یه دلیل و یه بهانه‌ای دارن. خب ما شیرازی ها چون ایام نوروز ما و خوزستانی ها و اینها مسافرا میمدن، این سابقه رو داریم و پارسال بعد از اون ماجرای متاسفانه اون سیلی که آمد و اینها، مردم گفتن که بابا اگه کسی میخواد بیاد باید وسیلش رو آماده کنید، برای اینها چادر بزنید، برای اینها سرویس های بهداشتی بزنید و اینها. و امسال گفتن به خاطر کرونا کسی مسافرت نره. آقا اومده از این، شما اونجا میگید احتمالاً جرزی وال، این دیوارهای سیمانی گذاشتن، طرف با ماشین پرو چیه پژو و اون اینها میره از رو چمن میره و هر وقتم پلیس میگیره، چون هر کدومشون یه بهانه‌ای دارن که آقا من سالی یه بار پدر و مادرم میبینم آمدم اینجا. من اون چیزو نشون میدم، اون پستی که این خانم نوشته که ترجیح میده در ایران باشه. شما نظرتون چیه راجع به این صحبتی که این خانم کرده؟ منم والا در هر جا که نگاه میکنم در سایت های ایرانی واقعا بی نظیر میبینم حرکت مردمی که برای مبارزه با کرونا، برای پخش ماسک، برای پخش دستکش، اینا چند تا گروه واتساپی هست، یکی گروه کمک به سیستان و بلوچستان هست، دوستان در واتساپ مثلا اینو دنبالش بگردن، یا گروه کارتون خوابی، گروه تلگرامی در تهران، یا ندای آزادی، خیلی گروه ها هست. به نظر من هر کسی که بخواد واقعا فکرش باز بشه، حتی تو گروه های بسیجی و اینا هم بره، و نه که بسیجی باشه که اونم عیب نیست، ولی منظورم حمایت از کسی نیست، منظورم اینه که داشتن یه فکر بازیه که آدم از چپ چپ تا راست راست رو بتونه ببینه، بتونه ازشون چیز یاد بگیره، بتونه با افکار و عقاید اونا، افکار و عقاید خودش رو به اصطلاح تعدیل ایجاد بکنه. و بله این استقبالی که از مشارکت مردمی، این جنگی که علیه کرونا در ایران الان در جریان هست، خیلی حمایت مردمی پشتش هست. فکر میکنم مثلا اون مقدار مشارکت مردمی حتی در آمریکا هم وجود نداره که بیفتن ماسک و اینا بدوزن. اینجا الان تصادفا هست تو یکی از دبیرستان‌ها اینجا با من تماس گرفته که بچه‌ها میخوان ماسک بدوزن پارچه بدین به ما، و اینجا هم هست، ولی نه در اون سطحی که در ایران در جریان داره، و این خیلی امیدوار کننده است. برای من بسیار ممنونم. اون ویدیو رو نتونستم پیدا کنم، ولی یه ویدیویی هست که دعوای دو نفر ایرانی رو، متاسفانه که خجالت آوره برای جامعه ما، چون ما هر وقت
حتی دختر پرویز ثابتی به یه درجه و مقام میرسه، افتخار میکنیم که این ایرانی و اینهاست، ولی میبینیم دوتا ایرانی توی صف والمارت با هم دعوا میکنن، فوشای خیلی وقیع به هم میدن. نظرتون درباره برخورد ایرانیایی که به خاطر اختلافات عقیدتی اینجوری با هم برخورد میکنن، برخورد فیزیکلی حتی میکنن چیه؟ والا این حاصل همین بودجه های بیگانه در رسانه های ما هست. من یادم میاد که یعنی باید دقت بکنیم که اینا چی هستش. یه مقداری ما ضد مذهبی خیلی شدید و غلیظ داریم که تر از همین رسانه ها تغذیه میشن به لحاظ فکری و ایدئولوژیک. این به نظر میاد یکی از همون کیسا باشه. ما اینجا رسانه هامون 40 سال با بودجه خارجی به اصطلاح تقویت شده. من یکی از همون 40 ساله ها رو من یادم میاد، این طرفدارای بختیار بودن، یه تلویزیونی داشتن اینجا به نام NITV ظهر پخش میشد و همون موقع زمان فکر میکنم هاشمی رفسنجانی بود، دو نفر از ایران اومده بودن UCLA سخنرانی کنن، منم نرفته بودم نه تصمیم داشتم برم، اصلا من کاری نبودم، ولی تو تلویزیونشون یهو دیدم که چند نفر حمله کردن به یه دکتر هوشنگ احمدی هست فکر میکنم، اینجا داشت میرفت اون جلسه و کتکش زدن از پشت. زنگ زدم به اون تلویزیون NITV، هی گفتم که اینو شماها بکنین برنامه‌تون، اینو بکنین برنامه چی میگن آرم برنامه‌تون، که یه ایرانی میره از پشت به یه ایرانی دیگه که به جلسه ای داره میره حمله میکنه، این خیلی باید به اصطلاح آموزنده باشه، چه کسی حق داره حمله کنه تو خیابونه یه به اصطلاح مملکت خارجی که آزاده، اون طرف هم حق داره حرفشو بزنه، کسانی هم حق دارن حرفشو بشنفن. اینا انقلابیگری نیست، اینا حماقت محضه. چند باری هم من تماس گرفتم که اینو لطفا آرم برنامه‌تون بکنین. بعدها سالها بعدم حتی شخصا هم با مدیر اون تلویزیون صحبت کردم و گفتم من اون فیلمتو میخوام، ولی بعدها من فهمیدم که اصلا این بودجه مخالفت انقدر سطحش وسیع بوده که این تلویزیون و خبرنگار و فلان و اینا همگیشون همین به اصطلاح جزو 80 نفر اولیه‌ای بودن که شاپور بختیار برای مصرف بودجه صدامی که دریافت کرده بود چیز کرده بود، اینا از خودشون بودن و هیچ وقت کسی نمیاد خودش رو افشا بکنه، همه دوست دارن دیگران رو افشا بکنن و اصلا از اول نشونه گیری من غلط بود، ولی این عدم تحمل متاسفانه خیلی بزرگه، خیلی به اصطلاح چیز هست و همین این نشون میده که منحصر به متعصبین مذهبی نیست. همون فیلمی که شما نشون میدین نشون میده که عدم تحمل یه جنبه بسیار عمومی داره و ماها به یه به اصطلاح انقلاب عمومی در همه افکار در همه جناح ها نیاز داریم که این مقدار بتونیم همدیگر رو تحمل بکنیم. خیلی ممنون آقای ابهری، صحبت با شما یا برنامه داشتن با شما جالبه چون خیلی وسیع درباره همه چیزا صحبت میکنید. مثلا همون NITV که میگید آقای ضیاء آتابای بود که ایشون هنوز که هنوز 600 دلار. نه ببخشید NITV نبود پس. نه IRTV معذرت. IRTV متشکرم از اینکه درستم کردین. IRTV بود که بله. حالا بذارید من دوره بگم که آقای NITV که اینقدر به مردم چیز میکنه، بنده خدا الان هم فکر کنم مریض باشه آقای ضیاء آتابای، ایشون آمد اینجا و ما گفته بودیم تو برنامه‌ها نکشید از کالیفرنیا دوربین رو نمیدونم اینا رو بیارید میشکنه، اون موقعی که حالا خیلی هم هواپیماها اذیت نمیکردن، و به جای اینکه یه نفر رو حقوق بدید چند روز هتل بگیرید یا وقتی میان اینجا دو نفر توی اتاق بخوابید خودتون تنها بیان بخوابید، ما اینجا براتون این کارو میکنیم. ایشون ما رو استخدام کرد، رفتیم از آقای رضا پهلوی فیلم گرفتیم و دادیم دستشون، رو استفاده هم کردن و پول ما رو هم ندادن، پرداخت نکردن. بعد تازه یه تهمتی هم زدن که یه نفر دیگه که رفته بود تو اون هتل که اون عکاس این منطقه هست، گفتن سوربی، که گفتم آقا من اصلا با خود شما برگشتم، من نبودم، ولی شما اینقدر دروغ میگید که متوجه نیستید. درباره آقای هوشنگ امیرحمدی، آقای هوشنگ امیرحمدی نه اون هوشنگه، ببخشید بله این هوشنگ اون هوشنگ نبود، یه دکتر احمدی هم داریم اینجا که دندان پزشک، من دیدمش کتک خورد از یکی از این بختیاریون. این فرق میکنه با آقای اون هوشنگ امیرحمدی طرفدار چیز هست، آقای احمدی طرفدار حکومت سلطنتیه.
اونو میدونه. بله اجازه بدید من چون شما حالا از وقت اونم گذشته ولی این قسمت مهمان من باشید. چون شما درباره بختیار صحبت کردید، من به طرفداران بختیار که هر سال موقع مرگش که میشه یا از کشته شدنش اینجور و اونجور، اولا برید بخونید تحقیق کنید، پسر بختیار یا پلیس یا رئیس پلیس اون منطقه بوده، یکی دیگه باز اون آقای فرخزاد ماجرای کشته شدنش، اون که اون سوپرمارکتی گفته امروز مهمون دارم هندونه خریده و فلان و اینها، این امید دانا، اون روزم یه دوستی به نام آقای جمشید قوانلو از شما سوال کرد نظرتون چیه، با وجودی که من باهاش مخالفم ولی بعضی وقتا چیزایی رو زیر ضربین میبره که واقعا درسته و قابل تحقیق و تأمله. یکی از مسائلی که درباره آقای بختیار هست، برید ببینید حتی ویدیوهاش هم موجوده، 5 روز تاریخ سیاه ایشون هست که اونایی که دیگه ویدیوها رو دیدن میگن ایشون هیچ جایی نبوده به غیر از عراق، ولی من با اون آقای رزمارا و اینها هم صحبت کردم، اونا قبول نمی کنن ولی میگن که ما در یک کشوری عربی رفته بودیم و صبح سمسونت پر از پولهای 100 دلاری که خود آقای دکتر منوچهر رزمارا اگه باشه میگفت که من فکر کردم اینا از این کاغذهایی هست که میذارن که دیدید وقتی شما کیف صاف باشه و اینها به اصطلاح فرو نرفته باشه، بعد گفت بردم تو اتاق اونای دیگه گفتن نه آقا به هر کدوم از شما وزیرا 1 میلیون دادن و به آقای بختیار یک ساک بزرگتر دادن. دوستان برید تحقیق کنید اون کشور عربی کی بوده، چرا به اینا پول داده، و میتونیم در برنامه‌های آینده صحبت کنیم یا با خود آقای بها اپری تماس بگیرید. گفت که آقای قوانلو هم شاهد از غیب، چون ما اسمشون آوردیم ایشون هم تشریف دارن اینجا، نوشتن با سلام واقعیت میدانی همین واقعیت میدانی همین مطلبی است که آقای ابهری اشاره نمودند و آن همان مشارکت و مساعدت همه مردم و نهادها برای شکست دادن کرونا در ایرانه، ولی متاسفانه بعضی ها مسئله کوچکی را بزرگنمایی و وارد مسائل سیاسی و سعی میکنن آخوندها را بانی شیوع کرونا بدانند یا میدانند. آقای اردشیر شیخی مجددا نوشتن که جناب سوربی گرامی حکم شورای تشخیص مصلحت ابتدا به ساکن نیست، بلکه فرایندی است که بعد از چند مرحله اختلاف نظر بین مجلس شورای نگهبان که رد و بدل میشه در نهایت هر دو نهاد بر تصمیم خود تاکید دارند، به تشخیص مصلحت فرستاده میشود، هرچند میتوان ایراداتی در آن گرفت. خب پس میشه گفت تشخیص مصلحت مثل معاون رئیس جمهور آمریکا است که وقتی سنا میرسه به یه جایی که 50 نفر میگن بله 50 نفر میگن نه، اون میاد و رأی 1 رو میده که میشه 50 به اضافه 1. دوستان با این برنامه‌ای که خیلی خودمونی و با هم صحبت میکنیم، من مطمئنم که همون جوری که من یاد میگیرم شما هم میتونید چیزایی رو که بلدید به دیگران یاد بدید، یا اگر چیزی گفته میشه شما هم ممکنه یاد بگیرید. جا داره که از آقای ابهری تشکر کنم، تمام اینفورمیشن از شماره تلفن، ایمیل، وبسایت lookingfortruth.org، فیسبوک ایشون، همه اینها رو روی این برنامه میبینید. این برنامه تا 1-2 ساعت دیگه روی یوتیوب هست و از امروز تا برنامه آینده همین جوری هر روز از تلویزیون مردم پخش میشه. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. آقای ابهری ممنونم که با ما بودید، من ساکت میشم. شما اگر در خاتمه میخواین چند دقیقه صحبت کنید هیچ ایرادی نداره، بفرمایید. و بازم ممنون که صبح به این زودی از کالیفرنیای زیبا با ما بودید. خواهش میکنم، هرچی فکر میکنم لازم بود گفته بشه گفته شد. باز تاکید من در اینجا بر عمله و کسانی که مطلبی را میدانند و میفهمند عمل کردن به اصطلاح ما رو به نتیجه میرسونه. لیس للانسان الا ما سعا، هیچ چیزی برای انسان وجود نخواهد داشت جز این که براش تلاش بکنه، و امیدوارم که یک تلاش جدیدی ببینیم که از درون همه جناح ها و افکار سیاسی به سمت بهتر شدن، به سمت نجات ایران، به سمت تغییر ایران، به یک اقتصاد سالم آزاد و کاملا باز همراه با همه آزادی های شخصی، امیدوارم به این سمت حرکت بکنیم. و خیلی ممنونم از شما،
و دوستانی که تا این لحظه برنامه رو تحمل کردند. امیدوارم که ازشون بشنفیم. بسیار ممنون. آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم. امیدوارم که روزهای بهتری در انتظار همه ایرانی ها، خانواده بزرگمون و از طرفی همه انسان های جهان باشه. خیلی ممنون که با ما بودید. خیلی متشکرم از شما و دوستان. مرسی. با امید دیدار. دوستان عزیز، شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید و اجازه بدید که همینجا از شما خداحافظی کنم، ولی برنامه های تلویزیون مردم ادامه داره. دیروز دو تا برنامه زنده داشتیم، یعنی حقیقتا سه تا مصاحبه با دو نفر از دوستانی که از سازمان مجاهدین جدا شده بودن، برنامه سربی با مردم و مصاحبه با آقای امیر حسین لادن. این برنامه ها رو ببینید. یه فیلمی داریم از زندگی تختی که پسرش بابک تختی این فیلم رو به یک نوعی تایید کرد و اشکالی درش ندیده و چند تا فیلم مختلف، برنامه‌های مختلف هست. برنامه‌های آقای حسن ارشاد هست، 264مین برنامه، اونها رو هم ببینید و شاید دیدن این برنامه‌ها شما رو تشویق کنه، مخصوصا در این ایامی که همه خونه نشین شدیم و حوصله‌مون سر میره و میگیم چجوری میتونیم با دوستان در تماس باشیم، از این طریق بتونیم با دیگران در تماس باشیم. روز و روزگار بر شما خوش، با امید فردای بهتر و آینده‌ای روشن‌تر. مرسی که با تلویزیون مردم بودید.